پدر جان، به چشم من زی هر چیزی که گویند چی خوب است این به از اون پدر جان. استاد بزرگ صبیر، تاجیکستان تاجیکستان. تاجیکستان تاجیکستان، هر کجای رفتم از آغوش تو، دامنم را من تکیدم ره بره، پوی خود را ره بره تا سرحدت، بر زمین افشانده رفتم از پیم تا کم نگردد ذره خوک کمت. یک عمر زی پشت سخن آسوده نگشتم. یک عمر زی پشت سخن آسوده نگشتم، در مشورت و انجمن آسوده نگشتم، دل آب شد و سینه کباب از غم هر عضو، هر دم به خدا چون بدن آسوده نگشتم، از پخته گرفتم چو پر رنگ به مو رنگ، تا فخر نسوزد کفن آسوده نگشتم، اوریان به چمن آمده چون یاری وفادار، کردیم به تن پیرهن آسوده نگشتم. کاروان میگذرد راه به جا میموند. کاروان میگذرد روح و به جو میماند، عمر ما میگذرد نیکی ما میماند، عاشق از درد و غم خویش شکایت نکند، بی وفا میرود و نقش وفا میماند، دل به هر گوهری ناسفته نبندم چو صدف، در دل از یوری دروش آبی لهو میماند، اخترون را که فلک در دل خود جو داده است، تو سحر در بغلی نور و زیو میماند، نرود یوری مددگور محمد از یاد، چشم در روی کفی میجه ما میماند. کلمه اختر چی معنی دارد؟ اختر ستاره. راز دل میگفتمر؟ اسدالدین عینی، روز دل میگفتمر یک مرهم میداشتم، شکوه هم میکردم از غم همدم میداشتم، در شب هجران میشد زخم دل ریش روان، گرزی بسلی یک پری رو مرهم میداشتم، این قدر در استراب افتادم از فکر خود، میشد آرامم اگر از خود رمی میداشتم، چون ترازو کی شدی سرگشتگی با من نصیب، عینی از فکر نزبی شو کمی میداشتم. شما گفتید که در رمان خونده ده؟ میخیل کلام رمان خونده؟ رمانی من گناهگارم عشق سرخور. من گناهگارم کی نویشته است؟ من گناهگارم جلال اکرامی. جلال اکرامی نویشته است. خب ابراز هایش کدام هم که؟ سریا، انور، محبت، غنی. مخصوموف زینب. زینب ها؟ نورانگیز این اثر کی است؟ این اثر از کرمت الله میرزا. خب نورانگیز امین پاوست تابستان را خوندید؟ پاوست تابستان را بلید. این از که است؟ از پلو تالیس. استاد عینی مکتبی کهنه را خوندیم بودید دختر جان؟ همین بحثی اولی عینی خورسال با مکتب دور که از درگجاز آغاز میابد؟ در همون مکتب؟ باری اول چی رو میپرسن در اونجا؟ الیف بای عرب همش؟ الیف با ها؟ بله علم ابجد رقم دارد ها؟ الیف رقم بی دارد. تی ها. همه اینا رقمی ریمی دارد. چی میپرسن در اونجا؟ الیف بی ایس چند است؟ تی چند است؟ تی تی را میپرسن؟ های نمیدن؟ وای نمیدونن و سردین عینی میگوید که تی چورسد است. یه سلامت باش دختر جانو. خب یک شعر آوردین در اینجا از دولت سفر. همسایه ما باش که ما سایه نوریم. همسایه ما باش که ما سایه نوریم، بیگانه خیشیم که نزدیک به دوریم، دو پا با یک موزه چو به عقل فشاریم، تا می رسد این عقل که پا دلله بگوریم، خورشید سواریم و بدل سوز نداریم، آینت سباریم ولی همدمی کوریم، در شوخی بلندیم ولی تومه زوغیم، در مغزی سری کاشفی بگانه شعوریم. سلامت باشید آجی سلام. من که بیشتر همی شما دوستان میپرسم های دکتر جانه. یک چند دوستان آورده نموشه از غفور میجود دوستانی گنجشکک. گنجشکک گوش نمونده است. یک تا گنجشکک بوده است، پیشانش قشقه بوده است، گوشی چپش خورید است، یک هفته برف برید است، برفی بلان برید است، یک قدی من برید است، گنجشکا گیش نمونده است، گیش نیوتش نمونده است، بیچاره این سرفت است، بیچاره اون سرفت است، این سرفت دونه نیست، اون سرفت دونه نیست، همه تگی با
برف موندن برف همه رو پوشونده است. سلام آبی دختر جون، شبی که تا سهر شبی که تا سهر بدور بودم، مشوشتم دیل نوچور بودم، نخفتم دوفتم امیدواری، دلم را می فشارد انتظاری، گرفته دود تنباکو گلویم، خمیده موی سر تا چشم رویم، زدم گوگرد کردم بوز خاموش، پپیروس در گیراندم رفت از هوش. پویسی آدمونی کونه کی هستن؟ همی آدمونی کونه آدمونی کونه آیشه خون و اهرورمک. برای چی اون آدمونی کونه هستن؟ برای آنکه آنها از سالهای پیش بودن آدمانی کهنه، آنها را آدمانی کهنه میگفتن و چیزی میگفتن آنها میدونستن. مرگ صدخور هست صدردین عینی؟ با کدوم واقع با آخر میرسند مرگ صدخور؟ چی میشود عاقبت؟ عاقبت قریشکنبه میمورد. برای چی؟ برای آنکه وای صدخور بود، از پول خودش نمیخورد و از پول دیگران میخورد. نورانگی سوالی که استاد به شما دادن فهمو بدن؟ بله. شما راضی هستین؟ بله. ماش به شما موفقیت. خوب. چون نوری حق زی حق رسان رسیده ای، چون صبح از دل شبان رسیده ای، چون تخت بخت تاجیکان رسیده ای، زی مهری پاک مهربان رسیده ای، زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن، تو صبح نادمیده را بشارتی، تو بخت تاجیکانه را امارتی، تو تک یگاه ملت و محبتی، تو قسمتی، تو مادری، تو وحدتی، زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن، مقام ما فراز افتخار توست، مرام ما نیاز ننگ و آری توست، سرشت ما صفای ردباری توست، بهشت ما حصار کهساری توست، زمین نازنین ما توی وطن، امید آخرین ما توی وطن. درفشی کاوهی آهنگری ای پرچمی ملی، نمای اعتقاد و باوری ای پرچمی ملی، تو رمزی تاجیکستانی به هر یک گوشه عالم، همای بخت بالای سری ای پرچمی ملی، به دامانی تو دیده اخترانت را همه گوییم، سمای بخت ما را اختری ای پرچمی ملی، تو رمزی تاجیکستانی به هر یک گوشه عالم، همای بخت بالای سری ای پرچمی ملی، تماشای تو را تنها سری بالا توانت کرد، فدایت من شجاعت آفری ای پرچمی ملی. شبهای ما سفیدن مهتاب زنده باشد. شبهای ما سفیدن مهتاب زنده باشد، تا خواب ماست روشن این خواب زنده باشد، شعر سپید ما را شهد سپیده ها داد، این روزگار شاد و شاداب زنده باشد، شبنامه نوشتم
بر شهریاری توسی بگذار پیشی رستم سهراب زنده باشد سبز است تا بخارا از گریه زرافشان در دامن دوشنبه ورزاب زنده باشد آدمی بدنفس را نونی دهانش میکشد آدمی بدنفس را نانی دهانش میکشد شخصی بدگفتار را زخمی زبانش میکشد شفق و شوری نوجوانی را پی اشرت مبر نوجوان را جنبش خونی جوانش میکشد کودکانش را اگر ناموخت آداب پدر عاقبت ناآدمی ای کودکانش میکشد میبری با خود کمان از تیری آن اندیشه کن شخصی به اندیشه را تیری کمانش میکشد گرشیناور خیش را بر سیل دریا میزند حلقه گردابی دریای روانش میکشد اون در باره همی ورتا این از کدام مؤلف است؟ نویسنده اش کدام است؟ از استاد فضل‌الدین محمدی از استاد فضل‌الدین محمدی مرحمت در باره همی ورتا سخنرانی کنید؟ سعید بیگ وقتی که یعنی کارگری همین برق چسبانان بود که به خانه آدم ها برق می آوردن و وقتی که دو سلیم هم بشبه ایران نگیرد و می خواهد که آورده همین بیند که همان سیم ها می شوند یا نه ولی وقتی که می آید همان سعید بیگ پایش به همین سنگ ریزه ها برمی خورد دو خیجیده همین یک جری به پایان آویزان نشود و با همین سه روز در همان جا می ایستد هیچ کس نیست که او را می نجات دهد و پایش را به یک خرسنگ کلان می در آورده خودش را نگه می دارد که من به همین چقوری نفتم وقتی که وی به همین چقوری به پایان آویزان نشود به فکر و خیال ها فرو می رود و بابای خود بزرگ را بیان می آرد و دختری خود ریحانک را به همین طور زن خود می نساخان را بیان نگار را بیان می آرد و فکر می کند که کی واسطه شد که می سعید بیگ با نگار با زن و شوهری برایند و دختری خود ریحانک را یاد کردن گیره میکند و بابای خود بزرگ را میکند و در فکر و خیال آن سه روز در همان جا میماند و عاقبت دوستان وی نور آمده وی را از همان جری هلاکت آمیز خلاص میکند اون کلمه ورتا چی معنی دارد؟ ورتا بین مرگ و زندگی بودنی شخص جای خطرناک بله شما گفتید که در 65 افسانه بله که از همین یک چند تاشون نام بارید کلام افسانه سه سگ و یک گرگ سبه و فیل گرگ نادان بوزک جنگی لپا گرگ نادان این چهل افسانه بود است و یک گرگ بود روز بسیار گرسنه ماند و برای وی کردن برای می جستجوی خوراک و سفر می براید وقتی که می براید اول در پیش او یک بوز می براید وی می خواهد که به بوز چسبیده بوز را خورد ولی بوز به او می گوید ای گور مرا نخور من حاضر خراب هستم تا حال گوش نکردم مرا می خوری هیچ چیز نمی فهمی من حاضر رفته ها همون بالای کوه را دیدی همون جا رفته زیره و پیاز می خورم بعد گوشتم با مزه می شود بعد تو مرا به ملال گوشتم می خوری گرگ نادان روزی می شود بوزک می رود بوزک به بالای کوه می براید گرگ هرچند می شینند نشینند نشینند بوز نمی فراید بعدم خودش به بالای کوه می براید که در آنجا نبوز است نه زیره پیاز و بعد دخون نگوید ای گرگ نادان احمق و نالان از دور دیدی بوز درب کش و خور گوشت که تیار زیره چی در کار و با همین وی در همانجا میماند ورخه وی دوباره براه میبراید در پیش او یک اسب میبراید اسب وی میخواد که اسب را چسبیده اسب را خورد ولی اسب میگوید نه گرگ جان تو مرا نخور من برای اسبان خط میبرم انا وی در تگی پای چپم میباشد گرگ رفته میگوید که بیا من نباشد خطی تو را میبینم و میخونم بعد تو را جواب میدهم عاقبتش چی میشود گرگ
عاقبت وی اسب با سومش یک تا به دهان گور میزند که دندانهای گور میرزند و گور در همانجا دیگر مجال خیستن نکرده در همانجا به هلاک میرسند. اگر معنای افسانه چی است؟ چی میخواد همون افسانه نویس؟ معنای افسانه این که ما به سخنهای هر کس باور نکنیم و به مثل گرگ نادان نباشیم. پرچه از دوستان، دوستان جان شیرین، ما سفر داریم با امری وطن. ما سفر داریم با امری وطن، با سپارش های خلقی خیشتن. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. قلعه از یک پایه دیوار نیست، با خم از یک بونی پربام نیست. روی عالم دیدن عالم دیدن است، نیک و بد را در جهان سنجیدن است. یادداری از مبارز شاعران، فیض بود در خانه ما مهمان. از وطن گپ سرکونی در می گرفت، در به مثل هیزم تر می گرفت. سلامت باشید دکتر جانم. از دوستان قشلاق تیلیایی گفتید خوندم قشلاق تیلیایی میرشکر. نشستم دوش با مردی کهنسال، عجب پیری سخنور بود و هوشیار. بود از پامیر آن پیری خیردمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند. شنیدم من حکایت های او را، به نظم آورده بنوشتم در اینجا. شنیده از پدر این داستان را، پدر بشنیده از بابایشان را. ولی با بازی باباهای دیگر، شنیده از این حکایت ها برادر. هزاران سال ها گویا از این پیش، به وقت مردنش یک پیری دلریش. به یاران کرده است انسان حکایت، کمی از سرگذشتی خود روایت. در ایام جوانی دوستانم، که محکم بود زور بازوانم. سلامت بود خیران، سلامت بود. همین غزل استاد بزرگ، از خاک وطن گوری پدر در دل من ماند. از خاک وطن گوری پدر در دل من ماند. مادر چو مزاری لب جر در دل من ماند. از آتش غم کاغذ روی من اگر سوخت، از خواهر من کاغذ سر در دل من ماند. در بسته و فرزندی پدر در پس در راست، فرزندی پدر در پس در دل من ماند. از ریشه من رفتم و صدخیش و تبار از سر من رفت. با رفتنشان خون جگر در دل من ماند. از ریشه تیلایی نبود ریشه جانم، پودینه چو داروی جگر در دل من ماند. در سوزن دیوار من است رشته عمرم، کافی است همان سوزن اگر در دل من ماند. رومانی ستار تورسون سه روز یک بهار. بله. همین واقعه در کجا میگذرن؟ همین واقعه در سه روز یک فصل بهار به عمل می آید. قهرمان ها کی هستن؟ قهرمان های وی انور، تمنا، بعد عثمان عزیز، قربان، جلیل. همین انور به دست کی کشته می شود؟ انور از دست خلیل کشته می شود. تمنا چی؟ تمنا رو وقتی که وی می انور بر نمی گردن، من به کفتنی انور می روم گفته، وقتی که به همین شعبه رفته عرض کنم به خاطر انور گفته می رود، در قدی راه اونجا که شب بود ماده گرد که پای چپ، پا از پای راستش زخمی شده بود، آمده تمنا رو می خورد. برای چی در شب می رود؟ برای آنکه امی وای شب می فهمید امکانی در روز رفتن نبود؟
بود ولی تمنا به طاقت برای انور بود و میخواست که زودتر به شعبه عرض کند و انور رو زودتر نجات دهد و وقتی که همون روز تمنا انور رو در بالای اسب با حال تباه و با پای خونشار دید برای این و به طاقت شد و در شب به شعبه روان شد. عثمان عزیز عاقبت کار عثمان عزیز چی میشود؟ عثمان عزیز یعنی یوسف و انور و دیگرها را کشته بعد در راه می‌دراید که در شهرها پیش پیش آنها پنج نفر برای چون انور را کشته نمی‌خواست؟ برای آنکه یعنی انور در کودکی با وی و آمده در آن بجای دادرش بود و آمده با وی در بالای درخت توت می‌ریزان و چشمانش امیدم بونو سوالو فهمو بودن سوالی که استاد دادن به شما فهمو بود شما روزی هستین از سوالو؟ منش به شما موفقیت.